تو قسمت اول دیدیم که از بین کلی خانواده داوطلب برای شرکت تو مستند مسابقه خانه ما، سه خانواده انتخاب شدن تا این شانس رو داشته باشن که برای یه ماه یه زندگی متفاوت رو تجربه کنن. تو این یه ماه اونا باید بتونن زندگیشون رو طوری مدیریت کنن که با کمترین هزینه بالاترین کیفیت ممکن رو داشته باشن. شوکه شدی؟ نه، ولی خب جالب بود برام. یعنی هر سه خانواده تو این مدت تا سقف 500 هزار تومان به حساب ما زندگی میکنن و خانواده‌ای که بیشترین پسنداز رو توی حسابش داشته باشه 100 برابر پسندازش رو جایزه میگیره. یعنی از الان روی کاغذ هر 1000 تومان اونا دیگه 100 هزار تومان ارزش داره. 100 برابر مبلغی که بمونه رو بهمون جایزه. اینه که کوچکترین اشتباهی 100 برابر میشه. هرچند یک ماه تمام زندگی با 500 هزار تومن، اونم تو تهران، اونم با مأموریت‌های پرخرجی که ما به خانواده ها میدیم، واقعا کار هر خانواده نیست. همینه، فکر کردی؟ در ادامه دیدیم که خونه هر کدوم از این خانواده ها کاملا از هر چی ذخیره کرده بودن خالی شد. مأمور ما حتی پولای نقد و کارتای اعتباریشون هم گرفت و بعد از کنترل قبضای آب و برق کنتوراشون هم صفر کرد تا زندگیشون مثل روز اول از صفر شروع بشه. اینطوری دیگه شرایط همه برابر شده، هیچکی بهانه‌ای برای عقب افتادن نداشت. این سه خانواده خوش شانس تو قدم اول چکاپ شدن و آزمایش دادن تا بدونن که تو انتهای مسابقه هم قراره وضعیت سلامتشون رو با روز اول مقایسه کنن و کسی حق نداره برای کمتر خرج کردن سوء تغذیه بگیره یا به خانوادش گشنگی بده، چون جایزه این مسابقه اونقدر وسوسه کننده هست که ممکنه هر کسی رو به هر کاری وادار بکنه. چون همین الان روی کاغذ 50 میلیون تومن جایزه خانواده برنده است و خود اونا هستن که با خرج کردنشون دارن از مقدار جایزشون کم میکنن. اینطوریه که خانواده برنده باید بتونه به یه تعادلی بین خرج کردن و خرج نکردن برسه و در این حال زندگیش هم در بالاترین سطح کیفیت قرار بده. حالا با این توضیحات دیگه بهتره بریم خونه خانواده سمسام و ببینیم این خانواده در چه حالن. بچه ها بیاین چایی بخوریم. البته هیچ کدوم از اونا خبر ندارن که امروز قراره دومین مأموریتشون بهشون داده بشه. بله، اینم از زنگ تلفن. بله، این صدای یک پیغام ضبط شده است. شنیدن این پیغام به منزله دریافت دومین مأموریت در مسابقه خانه ماست. مأموریت شما در این بخش میزبانی از دو خانواده رقیبتان خواهد بود. شما باید برای مهمانانتان یک وعده عصرانه همراه با شام تدارک ببینید و اوقات لذت بخشی را برای آنها فراهم کنید. مهمون داریم. دو خانواده دعوت. آره دیگه، مهمون داریم دیگه. ما مهمان نوازیم، همیشه نگاه شیرازی اینجوری هم دیگه. ما که با مهمونامون رو در حسی نداریم که آقا آنچنان آره. اختفاج کنیم. هر مهمونی که میاد روزیش با خداست، اصلا غصه نداره. خاله من بعد ما خودش شامونوار میفزه میاره. ما فکر خیلی مهمون های به صرفه ای هستن. کسی که دعوت میکنیم برای ما هم بزرگ هم همین کارو میکنه. میگه داریم میاییم ما شام نذارید، خودمون شام میپذیم. خونه ما خونه شلوغی هستیم، یه خانواده 60 نفره هستیم. ضرر هم کردیم فدای سر. نه ضرر نمیکنه، خدا میده. گفتم یه دونه هندونه بگیرم دیگه، سالادم که درست کنم، سالاد شیرازی درست کنم بهشون بدم، 10 تا تخم مرغ میگیرم، نیم کیلو گوجه میگیرم، یه املت تموم شه، یه مهمانی را میندازم دیگه. غیر از اینه؟ خب از همین حرفا میشه فهمید که آقا سمسام هنوز متوجه موضوع مسابقه نشده. یه املت میگیره، میبرمشون پارک، میبریم پارک، فقط گشت دیگه. تو پارک گشت میزنیم، یه دور میزنیم، سرگرمشون میکنم که خیلی متوجه چیزی نشن. شما باید میزبان دو خانواده رقیبتون باشید. در واقع مهمونای شما خانواده آزادی و خانواده جباری هن.
آها اونا رو باید دعوت کنی؟ یعنی الان ما اونا رو باید دعوت کنی؟ این دومین مأموریتتونه. من فکر کنم فامیل میگی. خیلی جالبه. بابا. فقط بهشون میگم زیاد نخورن. بریم خونه آقای جباری رو ببینیم تو این اوضاع خراب که همه صرفه جویی لازمه، من میخوان همینطوری دست خالی برن مهمونی یا هنوز دنبال آبروداری ان؟ خب برای خونه آقای عملی فکر کردی؟ نمیدونم خیلی چیزا میشه بخری. مثلا لوازم خونه، شیرینی، وسایل خونه. نمیدونم چی بخریم، شما چی به نظرت میاد؟ نه خیلی چیزا که آره، ولی الان توی شرایط مسابقه آره تو خیلی چیزا میشه بخری. کاش حالت عادی بود. قشنگ آدم میتونست یه چیز درست حسابی بگیریم ببریم، ولی الان آره دیگه چون از حساب مسابقه کم میشه یه خود سخت میشه. نه میخوام یه چیزی باشه بمونه براشون، یادگاری بمونه. یادگاری بمونه. میخوای کارهای خودت میتونی بنویسی؟ یه خط یه چیزی بنویسم. بنویسیم قابش میکنیم بعد خوبه، فکر کنم یادگاری خوبی باشه. باش. آمادگی داری؟ مشکل نداری؟ خیلی وقت تمرین نکردم، ولی خب حالا سعی میکنم چیز خوبی از آب در بیارم. نه شما سعی تو بکنم. باش. خانم جباری خیلی سال قبل وقتی هنوز مجرد بوده عاشق خطاطی میشه و شروع به خوشنویسی میکنه. موقع هنوز نامزد بودیم، رفته بودم به اصفهان اینو خریدم. اولین هدیه که به من دادن. اما با به دنیا اومدن این بچه ها دیگه خوشنویسی تعطیل شد و فقط مون پخت و پز و رفت و رو. خوبه چون واقعا اینجوری نیست که بری در مغازه پولی بدی چیزی بخری، وقت سرش گذاشته شده باشه. حالا شاید اونجوری که باید و شاید مثل کارهای مغازه‌ای نباشه، ولی وقت گذاشته شده سرش، علاقه گذاشته شده سرش، فکر میکنم ارزشش زیاد باشه. حالا مسابقه خانه ما با این فشار مالی و محدودیت دخل و خرج توفیق اجباری شده تا خانم جباری به این علاقه قدیمیش برگرده و باز خط بنویسه. پیدا میکنیم قابشم. اینطوری اونا میتونن یه هدیه کم خرج و در این حال زیبا برای خانواده سمسام آماده کنن. من هیچ ادعایی در زمینه خط ندارم، من برای دل خودم فقط مینویسم. جسارت نشه به هیچ کس اگه واقعا خراب کردم. من فقط برای دل خودم به اندازه نوشتن همین حد بلدم. غافل از این که یه سورپرایز شیرازی در انتظارشونه. رو درواسی هم هست. نه شاید نخورم. نه کلاس چه ولی کن الان تو کلاس نباید بگیم. من میرم تو لک الان. نه تو لک نرو. من الان دارم یواشش میافته. من فکرم فامیله، گفتم فامیل پشت سرم حرف نمیزنه. نه اونم حرف، ولی منم با خونه اونا برم دیگه، منم دعوت میشم. قرمه سبزی؟ من عاشق قرمه سبزی. خب احسان گفت دیگه قرمه سبزی میدونم. نه قرمه سبزی نه، داری هزینه رو میبری بالا. کوکوی قارچ هم خوبه. آره باز اینو کمیش کن. تو میتونی نونو پنیر بدی غیر از اینه؟ آره هم میشه. تو میتونی نونو پنیر هندوانه بدی، ولی این نمیشه. مهمان میخواد بیاد باید جلوش در بیاد. نه دیگه حالا با همون هزینه‌ای که داری وقتی کسی که مهمان دعوت میکنه با اندازه هزینه خودش وظیفه داره جلو مهمونش در بیاد. الان موقعیتش درست فهم میکنی؟ من یه چیز کم هزینه دارم برای شما دا چیز میکنم. از این کمتر نیستش. چند نفر؟ 4 نفر اونا را شما 6 نفری. نه بابا اونا 2 نفرن. خب دو خانواده رو میگه دعوت کن دیگه. 4 نفر بود، 2 نفر 6 نفر. خب دیگه 1 کیلو نیم شما برنج میخوان، نیم کیلو مدست. آقا من یکی که هنوز میگم آقا سمسام قضیه رو نگرفته، اصلا هنوز متوجه هدف مسابقه نشده. کیفیت آقا، کیفیت همش که به کم خرج کردن نیست که. دیگه پیشنهاد چی داریم؟ همین دست بالا. نه غیر از این نه، یه چیزی هم بگو. خب این ساده تر هست، یه ساده تر از اینم بگو. استانبولی بسار. اون چه جوریه؟ استانبولی با سیب زمینی و برنج و گوجه و رقبه. نه آقا نقی ولش کن، پر سومیت خیلی انگار بیشتر توش اومد. ببین من از اون دو تا خانواده‌ام معذرت می‌خوام، من نمی‌دونم بخوام چیکار کنم، ولی من حد می‌زنم خب همین کاری که ما می‌خوام بکنیم شاید اونا کمتر از این برای ما انجام بدن. الان ما فهم کنیم مهمان داریم یه زشته، ولی الان رقابت زشتی خب قشنگی رقابت اصلا نداره. بذار کنار. دو پیازه بذار. ببین من غیر از این مسابقه باشه خب شاید بهترین غذا رو بیارم چون پخش کنم رو میز بخورن، ولی الان نمیتونم این کارو بکنم. شما هم میتونید دو پیازه بذاری، همون کدویی که اون روز درست کردی بذاری. ببین دو پیازه که میگی سیب زمینی خوشمزه است، یه غذای محلی شیرازیه. خب تا
تالم نخوردن الان بیونه خوششون تعجب میکنن. خب منم میگم هم دو پیازه بزن. من پیشنهادم همینه، هم برای خودشون خوب یاد میگیرن میرن تو خونه خودشون درست میکنن، هم کربوهیدرات داره تقویتی برای بچهش خوبه، برای ما خودمونم خوبه. من میگم یه چی درست کنیم که اونا اصلا تاله ندیده باشن. چی میخواد؟ سیب زمینی و پیاز روغن. تموم شد. سیب زمینی، پیاز، روغن، ادویه، مثل سالاد اولویه میمونه دیگه. اولویه. فکر کنم این دیگه کم خرج ترین غذای ممکن در جهان بود که آقا سمسام موفق به کشفش شد. واقعا اگه آقا سمسام بتونه با همین خرج کم مهموناش هم راضی کنه قوقا کرده، یعنی یه کاری کرده کارستون. اونو که چیز نمی‌کنیم، شاید اینا همون هم اینجوری به ما بدن، شاید اونا چای شیرین به ما بدن، چون الان بس بس برده. خب بحثی که من مثلا رسم ماه رمضان باشه من ایشونو دعوت کنم بیاد سنگ تموم بذارم نیست. من الان میتونم برم مثلا بهترین کباب درست کنم تو خونه، بهترین مرغ و جوجه درست کنم بهشون بدم، ولی کی ضرر میکنه؟ من یکی از پایه‌ام دیگه، من ضرر میکنم. اونا میبینه همینو به من میدن. من میدونم من شرمنده شونم میشم. تفریحم چون بچه‌ها هستن خودم میبرمشون تاب سرسره، هم مجانیه هم رایگانه، نه هزینه داره نه چیزی داره، نه آبی نه برق، هیچی هم مصرف نداره. شما خودم بزرگان میشینی منچ بازی میکنی خوبه؟ آره. حالا هنوز نمیدونم اصلا میشه نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ سلام، پیاز کرشنده دو تا بر دو تا من سیزانی چی؟ 1500 دو سیزان باید دو کیلو سیزانی برم بده، یه دو کیلو هم پیاز بده، دسته در نتون دو کیلو درشتاش هم بده هم دو کیلو. دو کیلو این شد، دو کیلو هم شد، چقدر؟ کلن شد چهار تومن. چهار تومن با ما دیگه کمتر ساختیم، یه از یکیم نکن. نه دیگه، نه دیگه تکفیر تو درده، بار مال من نیست. با ما همسایی ما داریم خرید میکنم هر بود. حالا گل رو شما 2900 3900 یعنی 100 تومن؟ یه تخفیف دیگه بده ایم نداره، بده ما کارت بکشم برای نه دیگه نداره از یه تومون نکن. آخه بار مال من نیست که ایم نداره دیگه، بار مال شما داری کار میکنی دیگه، بخش دیگه قربانه خدا خدا خدا. از بحث کوتاه مادر زن و داماد میریم به بحث تموم نشدنی این زن و شوهر. الان هزینه ها رو میزن و هزینه اینم الان هست، من نمیدونم تخمه آخه کی تخمه میخوره تو این وضعیت؟ آقایی که تنها نشست تخمه خب چی؟ این خونه خونه مذاکرات و مناظراته، از انگار اینجا هر شب شب انتخاباته، یعنی روز این زوج بدون این حرف و حدیثا شب نمیشه. نون 4000 تومن؟ 4000 تومن؟ نون؟ حقیقت 400000 تومن. شیرم 2500. چون این دو نفر هیچ تصمیمی نمیگیرن مگه اینکه کلی قبلش با هم دیگه حسابی جنگ و دعوا کرده باشن. من مطمئنم افرا از ماشین عمومی خیلی خوشش میاد. خیلی خوش خواهد گذشت. بعدی بعد با من میاد تو قسمت مردونه ها. باشه باشه. چیکار کنیم؟ هدیه. چیو هدیه؟ تو انباره یه سری هدیه داری که برات آوردن. ببین ولی خب خیلی مهمه که این که ما کجا میخواییم بریم. پس اگر نمیدونیم بهتر یه چیز خوردنی ببریم. خوردنی موافقم. نه یعنی مثلا شکلات و اینا؟ نه شیرینی درست میکنم میبریم. آفرین. کیکی که اون روز درست کردی خیلی خوشمزه بود. یه کیک خیلی خوش. بابا اونم مسلزم هزینه است. نه اون که میگم نیست. کیک های فنجانی. کوچیکه که روش خامه و اینا لازم نیست بزنیم، بعد میذارم توی چیز میذارم تو جعبه میبریم، خیلی هم راحت، خودمونم درست کردیم. ببین چون بر مبنای اون مانیفستی که ما جفتمون داریم همیشه میگیم آدم احترام خودش هدیه میبره، خوب نه اینکه ببینه طرف یه روزی برا من چی ورده، چیزای خوبی که داریم خب بتونیم از اونها یه دونه هدیه ببریم از اونها، اونم میتونی نگاه کنی دو تا گزینه رو داشته باشی. نهایتا هم میتونیم بخریم به نظرم. ما اون هزینه که میخوایم بکنیم بخوایم مثلا کیک درست کنیم ها؟ هزینه کیک خیلی پایین تر از چیزیه که بخوایم بریم بخریم. نه دیگه آرد میخواد هیچ، خیلی کمه. شکر و شکر که روغنو. خیلی کمه. روغنش هم خیلی کمه. نه بابا خیلی کمه. من به شما میگم الان بعد یه دو تا چهار تا میکنم. میگه بیا با واقعیت ها با همسا رو صحبت کنیم. اومد اون کاری کردی داستانش رو مثل خراب نه اصلا هیچ بار خب فکر کنی یه بار خراب شه بسوزه. البته این همه مخالفت آقای آزادی با کیک پختن خانوم بی علت نیست.
چون چند روز بیشتر از آخرین دستگل خانوم نمیگذره و بوی سوختنی هنوز از این خونه نرفته. پس هیچ معلوم نیست این کیک فرضی هم چه سرنوشتی پیدا کنه. حالا با وجود همه ی مخالفت هایی که آقای آزادی با درست کردن کیک داشت، انگار بالاخره خانم خونه تونست حرف خودش رو به کرسی بشونه. باشه، پس برو سراغ کیک فنجانی. فعلا یکیش به نفع خانم. همین دیگه کافیه. آه، چیز هم میخواییم؟ کاغذ کیکی هستی؟ آره، اینا رو میخواییم. حسین جان، آقام که رفت و مواد شیرینی رو بخره و برگرد. بفهم. سلام دخترم، چه لباس این خراب شده نفیسا؟ چی گرفتی؟ اینا اونایی که میخوای. میشه بکین پودر. گفتم نیشو کنم نگه گرفتم. حسین آقا طبق معمول با سبک خاص خودش تو خرید ضربش رو به اقتصاد خونش وارد کرد. ببین این مدل داشت ساده بود. آها. و تعدادش از این بیشتر بود. خب این 20 تاست، اون تعدادش مثلا 40 تا بود، ولی ساده بود. من گفتم شون داریم این مهمونی خامه هم که روش میریزیم جو میچکه اینا قشن. خامه نداره. حالا مثلا گفتم اگه بریزیم. خب این چند گرفتی شما؟ نمیدونم، میبرم پس میدم. من که مطمئنم اگه نتونه این عادت خرید بی حساب و کتابش رو درست کنه، حتما از باقی خانواده ها حسابی عقب میفته. این چند گرفتی؟ نمیدونم، 1000 تومن. پودر کاکائو 1000 تومن؟ 1500 تومن. پودر کاکائو 1500، این 100 گرمه؟ احتمالا. آره آره، همه 100. یعنی نمیدونی چی گرفتی چند تومن؟ چرا دیگه؟ الان این و این اضافه است. مرا باید پس بده. دخترم الان من اعصابم خورده، 1,530,000 تومان متضرر شدم. بیا قلم بگیر، بیا با من همدردی کن. چی شد دخترم؟ اب نداره؟ نه 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 اب نداره. بعد چیزه چی میخواستم بگم؟ بعد برای ظرفش هم فکری کردی؟ یه جعبه از شیرینی فروشی میگیری. خب هزینه‌ش چی؟ دورش هم جعبه دیگه هزینه نداره که، دورش هم کادو میکنم. اندازه دقیقش رو نوشتم چون من معمولا یادم میده. مطمئنی از نتیجه کیک؟ از بحث خودمون بگذاریم. باورت میشه من نگرانم؟ جدی میگم. کیک خراب میشه. خیلی استرس. خب فردا صبح یه گلدوم هم داریم میبریم. کیک خراب میشه؟ هزینه‌ش چی؟ نه خراب که نمیشه، میخوریمه. ولی من میدونم نمیشه. خب این جزء هزینه‌های پیش بینی نشده ماست. خیلی هزینه نمیشه. ببین خیلی جمله سنگین بود. تو هر چیزی رو زد داره صد کن. دخلت نیست خرجا حسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد سالی دجله گردد خشک رودی. لیمو رو داریم میگیریم واسه یه شربت. شربت خوب فقط به عشق آقای جباری و آقای آزادی.
خب دیگه وقتشه که آقا سمسام یه جا برای مهمونیش پیدا کنه. اما کجا؟ پارک شمشیری بهتره. بله پارک. فکر بیک یا همون ایده درخشان آقا سمسام که از همون قدم اول بهش رسید استفاده از محیط پارکه، جایی که نباید توش پول آب داد نه پول برق، فقط کافیه بتونن یه جای خوب تو پارک پیدا کنن. بچه چمنی داره تست کنیم؟ چمن؟ مگه نگهبان پارک میذاره؟ آمان گرفته. بله همین آقای نگهبان. وایسه من میرم. نه 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 تو نرو. گله شله. نه حسین خوبه. اون طرفش عالی تره. نه نه. نه کار نداریم آج آقا، نگاه میکنی احسان بیا خوبه. خوبه نمیذاره. بیا بریم نمیذاره بابا نه ترسه نمیذاره دوربین داره نگاه میکنی. آقا سمسام دیگه فضای مهمونی اونقدر امنیتی نکن خواهشن، یه مهمونیه دیگه، خلاف که نمیخواید بکنی. اینجا نمیشه بنشست نگه خواهن بابا، اصلا نمیشه، اصلا ممنوعه، فرش ممنوع. الان که دارم قشنگ داره نگاه میکنه که نه تو چمن احسان پاشو گذاشت تو چمن، یه گفت آه ببینو خواب بود، آیا بیداش اصلا خواب بود، یه میگه پلنگ بلند شد نگاه کن اصلا مارم داره نگاه میکنه. برو 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 بچرخ بچرخ آفرین. یه چیز دیگه هم داریم بابا، چیکار کنیم؟ چش از ما برنامه‌داره. انگار برنامه‌های آقا سمسام واسه گرفتن مهمونی تو پارک حسابی به هم ریخته. اون سن با دو چرخه میاد دنبالمون. گرچه شاید صرفه‌جویی که آقا سمسام با گرفتن مهمونی تو پارک میکنه اونقدری به نظر نیاد، اما هر هزینه‌ای وقتی زیر ذره‌بین زب در صد مسابقه خانه ما میره خیلی بزرگ میشه و باید در موردش فکر کرد. این اولین مهمونی خانواده هاست و همه منتظرن ببینن چطوری میشه که هم مهمونی به همه خوش بگذره، همین که آخرش همه چی ارزون در بیاد. واقعا که کار راحتی نیست. من میگم اینجا این سهن داشتی این سهن نظر من سیر این درخت خوبه ها. اصلا نه اینها اینها اصلا پدرم اینجا کاشیست آدم پدرش در میاد. نه 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 کنی میخوای سنگ فرشه. خب چرا توی باشه نمیشینی؟ نه حسین اینجا خوبه. اینجا دیوار رو سر مهمونا خراب نشه آقا سمسام. اینجا خوبه تکیه هم میشه دون. بشین پدر من نترس من اینجا میخوام باشتم. جایی نمیری اینا دارم بهتون میگم. برو بشین من رفتم. بله اینم به افتخار آقا سمسام قهرمان ایده های کمخر. این مرد بالاخره هر طوری که بود تونست یه جا واسه مهموناش پیدا کنه و دو تا پسراش هم واسه نگهبانی از محل استراتژیکشون بذاره اونجا. دیگه انگار همه چی واسه شروع مهمونی حاضر شده. بریم ببینیم مهمونا در چه حالن. الان چیکار میکنی؟ دارم دوش میگیرم. خب 30 ثانیه. آقای جباری قبلا با بچه ها تمرین حمام در 3 دقیقه رو کرده، حالا الان وقت عمله. نفر عقب موندیم، برو شامپو بدن. خب شامپو بدن زدی؟ آره. قشنگ همه جاتو بزن. الان چیکار میکنی؟ دوش نهایی رو میگیری؟ شامپو بدن تو کم زدی ها؟ چی؟ شامپو بدن رو کم زدی؟ نه خوبه. نه خوبه؟ بیا 2 دقیقه تمومه؟ حوله حوله. دو دقیقه و 34. ولی همجوریه واقعا همجوریه، همه همین دورت و به همین راحتی. خب بایستا کجا میری؟ اینم از حموم مهمونی. ببین بچه ها جا هم برای اون گرفتن. اینم از خانواده میزبان. سلام
فردا. احوال شما؟ ای بابا مهمونا که زودتر از میزبان رسیدن. خیلی جا خوردم. چون اصلا هم خودم هم بچه هم همسرم با سر و شکل مهمونی داخل خونه اومده بودیم، اصلا لباس هامون اینه واسه پارک مناسب نبود. خیلی نداره، عادت میکنم. گرفتی من بچه ها رو از زور آوردم میشوندم اونجا. یه خورده نمیدونستم از کجا باید بیام، هی جلو میرفتم. وگرنه نه اتفاقا سریع اومدیم، از تو اتوبان اومدیم. بچه ها یه خورده فکر کنم اذیت بشن چون شلوالی و لباسات هنگ یه ذره ناجور بیشتر از این جهت شکه شدم، اگر نه پارک خیلی خوبه اتفاقا. حسین آقا احسان که نیست، حسین هم همینجوری خواب خواب داشت نگهبانی جا رو میداد. نه خواهش میکنم، خیلی هم عالی، هوا بازه، بچه هم هی دوروبر آدم نیستن که هی بچرخن و سرصدا کنن اذیت کنن، هی آدم بخواد هرس بخورد دستشو، ولی واقعا جا خوردیم. چیه دیگه؟ مهمانیه دیگه، خدمت شما. خواهش میکنم. واقعا که تابلوی قشنگی شده. کی فکرشو میکرد بشه از هیچچی همچین چیزی ساخت؟ واقعا که محدودیت خلاقیت میاره ها. حساب کتاب چه خواهد؟ هزینه ها چه وضعیه؟ خوبه؟ خرج کردی؟ خرج کردی چیزی؟ اون وضعی که خونه همون خالی شد مجبوریم که خرج کنیم. به به، خانواده آزادی هم از راه رسیدن. خونه اومدن جمعیان سلام اونجوری که ما حاضر شده بودیم مثلا لباس برای بچه پوشیده بودم اینو فکر کردم تو منزل باشه، اگه میدونستم توی پارکه شاید مثلا لباسش رو یه چیز دیگه میپوشیدم که میخوره زمین زانوهاش مثلا وقت درد نگیره. ببخشید اگه جا کوچیکه تنگه. خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی. بفرمایید تمام. یه تفریح دوستانه است. آره. شما خوبید؟ ممنون، سلامت باشید. ولی خب با مزه تر بود چون معمولا تو منزل خیلی تو این فصل هوا گرمه، اینجوری هوا خیلی خوبه، اینجا هواش انقدر گرم نیست، این پارک هوای خوبی داره. میدونید دیروز ما به یه چیز جالبی رسیدیم، ما گفتیم که این جایزه رو که ضرب در صد میکنن، ما اومدیم هزینه رو هم ضرب در صد کردیم، دیدیم وای چقدر دردناکه. مثلا میری یه دونه نمیدونم نون میخری، نون مثلا 1000 تومانی 100 هزار داری 100 هزار تا میدی نون میخری، وای خیلی. تو خیلی چیزا صرفه‌جویی دیگه، کولر روشن نیست، آب و برق استفاده نمیشه، از اون طرف بچه‌ها میتونن راحت بازی کنن، بعد تازه ظرفایی که استفاده میشه مثلا ظرف کاغذی استفاده میکنه دیگه شستن نداره، هزینه‌اش هم انقدر فرق نمی‌کنه. هر کی یه توانایی داره، یه امکاناتی داره و یه اقتضائاتی داره. معلومه کاملاً مشخصه که تمام تلاششون رو برای انجام دادن این پذیرایی و بهترین نحو بودن این پذیرایی انجام دادن. این کاملاً مشخصه. خودم تو خرید خیلی عادت‌های بد داشتم، مثلا میوه که می‌خریدم خیلی زیاده. آره چون حالا شوخی میگم بودیم اجدادم همین میوه فروش بودن، یه جوری خرید میکردیم مثلا نویزم گفت 1 کیلو بخر، من 2.5 کیلو میخریدم میآوردم همیشه، ولی الان دیگه با وسواس حتما یه میوه خوب بخرم. نگاه کم کم داره یخ خانواده ها آب میشه، بیشتر از همه هم حسین آقاس که مجلس رو دست گرفته. این 100 برابره رو امتحان کنید خیلی جواب میده. موقع پول دادن همه چیز رو داره 100 کنید. درسته که حرف زدن مفتیه، اما زیاد حرف زدن هم خطرات خودشو داره، مخصوصا توی همچین مسابقه ای که همه ی حریفا میخوان از همدیگه اطلاعات بکشن بیرون و از زندگی هم سر در بیارن. شکل تفریح کردن من شاید این نباشه، ولی شکل تفریح کردن اونا اینه و ما الان مهمون اوناییم و برای همین همه چی عالیه، خیلی خوبه، دور هم نشستیم، یه روز خیلی خوبه. چقدر پسرتون قشنگ بچه رو بازی میده، خیلی گذاشته روی تا جفتشون عاشق بچه، خیلی قشنگ. آره چه با حوصله برخورد کنه. خوش کنه. یکی از علایمش که این راهروها باید مساوی باشن، هندوانه خوب دستکاریش کرده. آره بعد یکی این که اینجاش
این خیلی کوچیک نباشه، دومش هم بیرون باشه. آها. من تو فضای مجازی یاد گرفتم. آها. یعنی این امکان داره شیرین تر و قرمز تر باشه. آره. من از این میخورم. عجب هندونه ای. دمت گرم آقا سمسام. حالا چقدر براتون آب خورد؟ آقای خدمت شما. به هر حال هر چقدر که شده خارج از این مسابقه باش میشد 100 تا هندونه خرید. فروشگاهی هست نزدیک خونمون، تخفیف داره، مثلا یه درصد تخفیف همیشگی داره، بعد یه سری درصد تخفیف ساعتی داره، مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت هم آره، بعد درصد تخفیف پلکانی داره، مثلا از یه رقمی بیشتر انقدر مثلا درصد تخفیفش آره. حسین آقا همینجوری داره مف مف ترفنداشو لو میده. کاش یکی هم از آقای جباری یاد میگرفت. تا حالا چقدر از هزینه‌هاتون رفته؟ ما هیچی 10,000 تومان. 10,000 تومان چه جاله. خیلی تو داره این مرد. و شکنجه هم نمیشه از زیر زبونش چیزی بیرون کشه. فقط هی دوشتیم زیر همه. اینطور که معلومه آقا سمسام برای آقایون برنامه ویژه داره و همه قراره با همین لباسای پلوخوریشون برن فوتبال. چکار کنیم این فوتبال هم بازی کنیم؟ اما بازی تو این زمین های رایگان و مجانی پیچیدگی های خاص خودشو داره. آقا تیم بد ماییم. آقا تیم بد داره. بابا این آقا سفیده گلی منو گرفت. خب کبون منو بچه. کدوم پیان سفیده؟ کدومش؟ چکار کرد؟ گلی منو گرفت کبون به هم آهنا. این چی میگه؟ چی میگه بابا چی شده؟ اصلا خودشه بهش گفتم برو بیرون گلوت نگرفتم. گلوم گرفتی کوبون من به این آهن. آره اشتباه میکنه. اشتباه میکنه. من همش فرقدای منه. امکان نداره. میخندن باد بازیکن میخندن. اوه داره دعوا میشه این بار. خب حالا اجازه بدید ما چند دقیقه بازی کنیم. ما بازی رو تماشا کرد. چقدر طول میکشه؟ اختصاصی نیست. من میدونم اختصاصی نیست. ولی زمان میبره چهار تا گل تو. نه زمان نمیبره. ما تشویقتون میکنیم که چهار تا گل رو سریعتر بزنید. تو یه روزی فوتبالیست خوب میشی من مطمئنم. خودتم دوست داری فوتبالی فوتبالو؟ آره؟ حسین هم منزه تو فوتبال بازی میکنه؟ معلومه چه فکوریه. این جنب و جوشیه. همزمان مادرزن آقا سمسام بیخبر از همه جا داره با تمام توان خانواده های رقیب و تخلیه اطلاعاتی میکنه. با این هزینه ها چی کار کردیم؟ هزینه ها می نویسی؟ نمی نویسی؟ چی کار کنی؟ خوبه؟ میتونی کنترل کنی هزینه ها رو؟ مجبوره باش خانم دیگه دست خودمون نیتونست. هزینه ها خوبه بالاخره میتونی کنترل کنی؟ من کلن کنترل هم خوبه. خب همونو میخوام بگم اینه که مثل همسر من مثلا کارمندن یه حقوق اندازه میگرم ما هر ماه آش خانم همه قاعده رو تو حقوقمون داری. نه منظورم نمیگم باید کنترل شده خرج کرد تا کسی که شغلش آزاد و مطمئنم هر سه تا خانواده خیلی دوست دارن سر از خرج و مخارج هم دیگه در بیارن. اما از اونجایی که گرفتن هر اطلاعاتی مستلزم دادن اطلاعات خودشونه ترجیح میدن با احتیاط جلو برن. مقداری هر ماه یه خود بالانس داره کم و زیاد میشه. ولی نه سخت نیه خیلی. حالا فعلا تو الانش ببین چه نقشه هایی برامون دارن برای آینده. بله حالا سختیش مونده. من توش اینی که اردم خودم درست کردم. دستتون درد نکنه. بعد سعی کردم یک کاری کنم بچه‌ها خوششون بیاد. شیرینی ها دکوری نیست و تعارف بکنید بخورن. بالاخره نفهمیدیم اصلا این شیرینی قابل خوردن شد یا نه. من بخوام بازی کنم گوش بده من دارم حرف بیاد میزنم. من بخوام بازی کنم اینو میبرم اونجا بازی میکنم. هنوز که درگیری آقا سمسام عجب وضعی شده. شما بشن بگم که چی بشن میدم اونجا دیدم اونجا دیدم اونجا ما دو تا من میریم. نه کار ندارم بیا اینجا نور داره جو فکر نمیذاری من حرف بزنم. بیا لحظه بعد میخوام بازی کنم برم. قاعده قانونی داره میشه حرف بزنی قاعدش که اینجا نیست که من با تو آدمی منم آدم دارم با زبون با تو صحبت میکنم. منم دارم با زبون صحبت میکنم. با زبون صحبت کردن نمی‌فهمی. وارد هر چیزی صحبت کنی صحبت کنی معذب منطقی منطقی مشت مشت من کلام شما بی‌احترامی نکردم. قدرت هر جوری صحبت کنی صحبت کن. برو بیرون آقا.
جوگیر نشه. آقا سمسام این همه تنش واسه یه مهمونی خانوادگی اصلا خوبیت نداره. این نگاه آقای جباری خیلی معنی داره. معلومه که حسابی کلافه شده. خانه ما قرار بود مستند مسابقه خانوادگی باشه. این که داره اکشن میشه. واقعا آفرین به خانوما، چقدر قشنگ کنار هم تو آرامش نشستن دارن منچ بازی میکنن. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، این عمر خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدح باده که معلوم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. خوش آقایون هم یه دوزی بالا بلندی چیزی بازی میکردن، اینقدر درد سر نداشت. من میگم جوان، نه من میگم جوان هستم، من گرم هستم دارن چیز میکنم. من همینجا میتونیم بازی کنیم، اونجا میتونیم بازی کنیم، اونجا میتونیم بازی کنیم، در حد یه بازی کردن. نه الان بچه ها هستم تموم میشم میرم، میتونیم بازی هم اینجا میخوان بازی کنیم دیگه بازی. ولی اونا ما خودمون هم سن و سال اونا بودیم دیگه، تو اختزاعات سنی اینا و یهو بیان همه با هم جمع شد. بعد گرم هم هستن، فوتبال هم بازی میکنن، اتفاقا دو تا تیم هم هستن با هم کلکل هم میکنن. بعد آره دیگه، از چهره ی آقا سمسام مشخصه که برنامه‌هاش به هم ریخته و اعصابش هم خیلی خط خطیه. خدا رو شد بالاخره دعوا سر زمین تموم شد. بریم ببینیم بازی کی بهتره و هر کدوم از شرکت کننده هامون چند مرده حلاجن. آقا سمسام که از راست به چپ میزنه و آقای جباری هم از چپ به راست. آقای آزادی اما هنوز معلوم نیست که اصلا میخواد کجا به کجا بزنه. اصلا با کدوم تیمی؟ اسم کجایی؟ بیا دیگه ما آدم این بودو. آقای جباری خیلی آماده نشون میده. ماشاءالله احسان، احسان خیلی دوست داره یه روزی فوتبالیست شه. ای وای آقا سمسام چه لایی به آقای جباری یا همون اسقر آقا زد. غذا شناختی خودم اینه که هندونه آدمو بیشتر گشنه میکنه و هندونه هم خوردیم خیلی بیشتر گشنه شد، الان خیلی خیلی بیشتر گشنه بود. اینطور که معلومه منچ بازی خانوما تموم شده. اینم از آقایون که از بازی برگشتن. دیگه کم کم وقتشه که آقا سمسام پذیرایی اصلی رو کنه. سلام علیکم. خوش گذشت. دست شما در نکنه، جای شما خالی. مدافع تیممون بوده آقای محمد امین. آره واقعا دفاعش عالی بوده. یه دونه هم داشتیم میزدیم که حسین دروازه‌بانش خیلی خوب بود گرفت، من افتادم اصلا کله کردم. لباسای مهمونیتون رو پاره نکردید که؟ نه بابا چمن مصنوعی بود. خب مایل شام بخوریم؟ من خوردنی و اینا نه تعارف دارم نه از من سوال کنید. ضرب صد میشه؟ نه اصلا نه ضرب صدش نه خارج از این برنامه، برای هر گونه خوردنی ما پایه ایم آقا. باید صبر کرد و دید همه چی به خیر و خوشی میگذره یا نه. اگه آقا سمسام بتونه با همین سیب زمینی پیاز سر و ته قضیه رو هم بیاره، مهموناشو راضی راهی کنه، حسابی برد کرده و تو مسابقه جلو افتاده. اندازه خالی کنه دوباره من براش باز. نه محمد داره میگه این غذا رو نباید خورد، داد بکشی سر صورتت. اوه نیست دیگه دوباره. غذا که خیلی خوشمزه بود، غذا ساده ای بود. خب به لحاظ هزینه ای هم میخوای حساب بکنیم غذا کم هزینه ای بود، ولی غذای کم هزینه خیلی خوشمزه بود. غذای رقابتی بود دیگه. دستمون در نکنیم. بفرمایید. جدیده. من اصلا خوشم نیومد. اصلا دوست داشتم نخوردم. بفرمایید. تو خدا خیلی خوشمزه بود. ما خیلی دوست داریم این غذا رو، کلا من و حسین آقا خیلی این غذا رو دوست داریم. میدونی چیه که این غذا شیرازیه؟ توضیح بدین چیه این غذا شیرازیه؟ دو پیاز آلوه.
سیب زمینیه. خب ما کلا شیراز میگیم دو پیازه آلو. آلو. آره. ولی چون حالا سیب زمینی تهرانه دیگه میگیم مثلا سیب زمینی پیازه، یکی مدوی است دیگه. غذا خیلی خوشمزه‌ایه. جالب بود برام. غذا دو پیاز اسمش بود. نخورده بودم تا حالا. آقای جبار شما اصلیتون کجاییه؟ ما وسط کویریم. یزد 130 کیلومتر بعد از اصفهان ولی نه تو جاده شیراز. از بین این همه آدم منو انتخاب. برخوردشون خیلی خوب بود. همه خیلی خوب بود ولی به نظرم میشد غذا یه خورده یه چیز دیگه باشه. من بهت بدم. من خودم این غذا رو خیلی دوست دارم ولی اینا هم خیلی خوب درست کرده بودن غذا رو. بعد الان هم تایم یه جوری بود که من انقدر گشنم بود که خیلی فرقی نمی‌کرد که کیفیتش چه جوری. حجمش خیلی مهم بود و سرعتی که من اینو بلع کنم بره پایین. دردم شکن باز جلو میاره خیلی. من نمیتونم همچی کاری بکنم. حتی اگه توی مسابقه ببازم هم نمیتونم اینجوری باشم. افرا بیا ماما بیا بهت بدم. حتی این بگم این غذا نوعی دستپختش جور بود که من بیشتر دوست داشتم. مثلا مثلا نعنا اینا دوست داره که من دوست ندارم. برای من خیلی خوب. من یه بار دیگه گفتم برام کشیدم. ترش هم دوست ندارم. همینجوری دوست دارم. ساده دوست دارم. من احساس کردم خانواده جباری خیلی شاید ارتباط با این غذا برقرار نکردن. ما تا آوردن گفتیم اسم این دو پیاز آلو غذای شیرازی میدونستیم چون خورده بودیم ولی اونا این چیه تعجب کردن شاید به نظرم نه خودشون باید بگن. ما تازه ازدواج کرده بودیم رفته بودیم شیراز خونه مادر شوهرم خدا بیامرزه. برگشت به من گفت که نهار یک ذره گذشته بود. به من برگشت گفت گرسنه‌ت؟ گفتم آره. گفت برات آلو بیارم؟ گفتم آره. هر چی منتظر شدم که آلو برای من بیاد حالا این خورش سیب زمینی رو گذاشتن جلو. منم منتظرم که آلو برام بیارم. خب میگن چرا نمیخوری؟ گفتم خوام آلو بخورم. خب این آلوه. گفتم این سیب زمینیه. من آلو. شما به من گفتین آلو. من گفتم به این میگن سیب زمینی. گفت نه ما تو اینجا به سیب زمینی میگیم آلو. نگاه بالاخره دیگه دارن سیر میشن. نوش جون بخورید که روزای گرسنگی تو راهه. یه مسیر از علی بوده از دو. آره یه مسیر از علی بوده. علی بوده از دو گفتن چیز نیست. من بس رو باز کردم. همه علی بیا. من دارم شیرازیه ها. بخور یه چیزایی تو خوب توشه. بخور این برای سحر مارمزون خیلی خوبه. شربت که عالیه چون شیرازی هم بعد یه سری عرقیجات خاص و اینا دارن و تخمه شربتی و خاکشی رو اینا حرف نداره. خیلی عالی. بفرمه اگه هست داره آره بهش بده. باید مثل من می نشستی سر دیگه. آره. برو سرچشمه نشستی. چقدر خوب که ما الان می دونیم که چی کار. خیلی چیزا اومد دستمون. هم شکل برگزاری اومد دستمون. هم تا حدودی سلیقه مهمونامون اومد دستمون. یعنی الان ما می دونیم مثلا سلیقه خانواده جباری دوتا پسراش مثلا این غذا رو خیلی دوست نداشتن چون خیلی گشنه بودن خوردن مثلا. ولی کار ما راحت تره برای مهمونی بعدی. خیلی کار ما راحت تره. خب دیگه نخود نخود ترک روید خانه خود. حالا دیگه وقتشه بریم سراغ خانواده میزبان و ببینیم اونا چه حسی دارن. حس کردم یکیشون خوشش نمیاد دیگه. فکر کنم نمیشه حس کرد. غیبت میشه. آقا سمسام انگار حسابی از مهمونی که داده راضیه. خیلی خوب بود. عالی بود. عالی هم مهمونا خوب بودن همین که پذیرای خوب بود. حالا بازم اونا میتونن نظر بدن ولی خدا شکر خوب بود. سلام آقا باشه. خدا خوشحال. خیلی خوشحال شدم. اما انگار نظر خانم سمسام یه مقداری با آقا سمسام فرق میکنه. خجالت کشتم دیگه. خب چون حس کردم یکیشون خوششون نمیاد از این غذا زیاد نمیخورن من خودم ازشون معذرت خواهی هم کردم. ولی خدا کنم حسین آقا و آقا جباری اینجور دیگه این کار نکنن با ما. به هر حال جسارت آقا سمسام تو انتخاب پارک واسه دعوت مهمونا اونم برای اولین مهمونی واقعا جالب. این مهمونی حاصل تلاش دست جمعی خانواده سمسام برای تدارک یه مهمونی کم خرج و ارزون بود. حالا باید دید با همه این صرفه‌جویی ها اوضاع اونا تو جدول هزینه ها از چه قراره و تا اینجای کار کدوم خانواده تونسته کمتر از بقیه هزینه کنه. خانم جباری فکر میکنید شما در مقایسه با دوتا خانواده دیگه چندم باشید؟
خیلی سخت آقا، هیچ اطلاعات تقریبا از اونو نداریم، فقط یه مهمونی دیدیمشون. شاید وسطی میگم فکر کن چند دومی تو گروه؟ دوم. آره دوم، اصلا نمیم یه حسی همش میگم ما دومی. چند دومی آقا سمسام؟ نمیدونم، شاید سوم شده باشه. از ست خانواده فکر کنم تو الان سوم باشه. فکر کنم آقای احمدی الان سردم داره، مسابقه داره، یه کتازی میکنه. آقای سمسام اوله، بعد فکر کنم آقای جباری هم بعد. خودتون باورتون میشه که نصف بقیه خرج کردی؟ نصف بقیه؟ شما از همه پرخرج‌تر بودید. شما دوم هستید الان. تا الان؟ امکانش خیلی کمه ها. محاله. ولی من واقعا فکر می‌کنم سبک زندگی آقای سمسام خیلی چیز تره. ساده تره. خیلی ساده تره، آره. چطوری اونا بیشتر از شما خرج کردن؟ والا فکر می‌کنم اونا یه جوری خرید کل ماهو انجام دادن. فکر می‌کنم اینجوری باشه. ما اکثرا چیزایی که مثلا خرید می‌کنیم بیشترش رو مثلا یه ماه خرید می‌کنیم. نه الان همیشه این کارو می‌کردیم. اختلاف شما و خانواده سمسام زیاد نیست، ولی خانواده جباری نصف شما هزینه کردن. ولی خیلی خانم آقای جباری فکر کنم خیلی هوش اقتصادی خوبی داره. یعنی باید بعد اگه برنامه تموم شد بعد از ایشون یاد بگیرم. اگه با قطار باشه، قطار همه جا که نمیره، قطار گرگان میره، قطار گرگان میره، ساری میره، پل برسکم میره. بله جوجه کباب با حق سرویسش میشه 15.5 با ماست. پرسی؟ پرسی بله. قزوین خوبه، علموت و دریاچه آبان و اینا خوبه. همش؟ آره بابا چقدر مگه؟ حاضر بوستش باشه. بابا آگه میمیم. جان. من بالا برم پایین بیام، میخوای بری علیگودرس؟ دیگه دلیل نمیخواد بیاری. ببین میخوام یک جایی بریم که یک بمون خوش بگذره، گوش کن، دو این شلوغی و گرمایی که میگی تو رو اذیت نکنه. همه چی اوکی تو الان با دفترچه بیمار رو برداشتی؟ بله. مسابقه خانه ما، برنده یکی از شما، آسون نیست جرأت میخواد چون خانوادت همرات میاد. صرف جوق یک هنری به پول دست در نری، علکی خرجش نکن، تحمل داشته باش یه ذره.